مسعود رجوی، سرخ‌ترین نام در ایران، مترادف با مبارزه، چریک، ارتش، سلاح، استراتژی، تشکیلات، عملیات، هماهنگ با سرسختی، شوخی نداشتن با دشمن، کوتاه نیامدن، سازمان دادن، بازسازی. فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه تهران، همسرش اشرف به همراه 19 تن دیگر پس از ساعتها درگیری در یک خانه تیمی جان باخت. برادر او پروفسور کاظم رجوی در سوئیس توسط پاسداران ترور شد. منیره خواهرش پس از تحمل شکنجه‌های بسیار در سال 67 اعدام شد. همسر منیره اعدام شد. مسعود رجوی خود از قهرمانان مقاومت در زیر شدیدترین شکنجه هاست. از اسم مسعود رجوی وحشت داشتم. از اسم خیابان وحشت داشتم. او فهرستی طولانی از رکوردهای عجیب را در صحنه مبارزه انقلابی در ایران به نام خود ثبت کرده است. مسعود رجوی رهبر بزرگترین و سازمان یافته ترین اپوزیسیون انقلابی خاورمیانه و چه بسا جهان معاصر است. او بنیانگذار طولانی ترین ائتلاف سیاسی در تاریخ ایران به شمار می رود. شورای ملی مقاومت با حضور شخصیت ها و جریانات سیاسی از گرایش های گوناگون با عمری بیش از 40 سال. او رهبر تنها تشکیلات انقلابی با افراد تمام وقت و جانبرکف در ایران است. مسعود رجوی فرمانده مبارزانی است که حتی دشمنانش به جنگاوری آنها اعتراف می کنند. چیزی نبودن آقا، نه واقعا سخت بود جنگ با منافق، واقعا سخت بود. یه زن هر چقدر هم که تمرین نظامی داشته باشه، آمادگی جسمانی کار کرده، یه زنه، یعنی یه ظرفیت محدودی داره. من به چشم خودم شاهد بودم به گردن چهاردبر، زنه از زیر گردن چهاردبر مثلا 8 کیلومتر با یه تیربار مثلا گیلوف 8-9 کیلویی، با یه نوار 250 تایی، با یه دونم جعبه دستش میگوید مثل چی میومد بالا. یعنی من میرسیدم، شما میرسید، دیگه نفس را رفتن نداشتی. مسعود رجوی تحت تعقیب ترین ایرانی از طرف رژیم آخوندی است. تنها در فاصله بین 60 تا 65 رژیم ایران 26 طرح تروریستی علیه او در فرانسه اجرا کرد. مسعود رجوی سوژه گسترده ترین و عجیب ترین شیطان سازی در تاریخ ایران بوده است. آخوندها علیه هیچ کس بیش از او تبلیغات نکرده و به هیچ کس بیش از او ناسزا نگفتند. او سالها پیش از ظهور بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بین المللی در جهان خبر داد. در آن زمان این عبارت در ادبیات سیاسی حتی مطرح نیز نبود. در همین رابطه مسئله‌ای که نبایستی مخفی بمونه و ما نسبت به اون به تمام مردممون هم هشدار میدیم اینه: قدم بعدی این چماغداری ها جوخه های تروریستی است. وقتی چماق مؤثر نباشه، تروریسم رشد خواهد کرد. ما خواستار تروریسم نیستیم. مسعود رجوی در اوج جوانی و محبوبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسی را نپذیرفت و از کاندیداتوری ریاست جمهوری کناره گرفت. او کسی است که 90% از اعدام شدگان در رژیم آخوندی از اعضا و هواداران سازمان وی بودند، بیش از 100,000 تن. با لحنای کاریزمایی که مسعود داشت، موقعیت میرزا کوچک بود، این صحبت میکرد: ای میرزا، به خون تو و یارانت قسم یاد میکنیم که ما انقلابیون مسیر تو را ادامه خواهیم داد. بعد اون زیر کلی آدم قش میکردن. مسعود رجوی تنها رهبر سیاسی است که چنان خط قرمزی میان سازمانش و خمینی رسم کرد که خمینی درباره او گفت: من اگر در 1000 احتمال یک احتمال میدادم که شما دست بردارید از اون کارهایی که میخواید انجام بدید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم. مسعود رجوی کاشف و تدوین کننده تئوری تحلیل دوپایگی رژیم آخوندی است. این تئوری میگوید رژیم ایران روی دو پایه سرکوب داخلی و صدور بحران، یعنی جنگ خارجی، حرکت میکند و این هر دو نشانه ضعف رژیم است و نه قدرت آن. The external war, first of all, is a cover for the internal war to attract, to deviate the attention of the people from the internal war. او تنها رهبر اپوزیسیون است که پس از آزادی خرمشهر ادامه جنگ را ضد میهنی و نامشروع دانست. این جنگ حرام است. این جنگ غیر عادلانه است. این جنگ واجب نیست. این جنگ ضد ایرانی است، ضد مردمی است. برخلاف ایران و ایرانی است.
در شرایطی که صلح عادلانه کاملا در دسترس و مقاومت ایران این رو به خوبی اثبات کرد. سه دهه بعد تازه زمزمه های اشتباه بودن ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر به میان آمد. جایی که نگاه کنید هیچ کس غیر از منافقین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعیه یا بیانیه داده بشه که جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. مسعود رجوی از 40 سال پیش یعنی 30 خرداد 60 پرچمدار سرنگونی و براندازی است و اصلاح این رژیم را غیر ممکن می داند. او تنها رهبر سیاسی است که در دوم خرداد 1376 اصلاحات خاتمی را دروغی بزرگ دانست و گفت افعی کبوتر نمی زاید. تنها سیاست درست در برابر حکومت آخوندی قاطعیت است ولا غیر. و اینکه برخلاف همه چشمداشت‌های استحاله‌گرایانه و طمع‌های کوته‌بینانه اقتصادی که به تئوری‌هایی مثل گفتگوی انتقادی راه می‌بره، افعی هیچگاه کبوتر نخواهد زایید. مسعود رجوی فرمانده بزرگترین ضربات سیاسی و نظامی به این رژیم بوده است. از ضربات سیاسی کلان چون افشای پروژه اتمی که آخوندها هنوز با آن درگیرند، تا صدها رشته عملیات علیه سپاه پاسداران چون عملیات فروغ جاویدان که محوری به عمق 150 کیلومتر را از دست حکومت ولایت فقیه خارج کرد. او راهبرد پرداز و واضح استراتژی کانون‌های شورشی و تئوری گسترش، تثبیت و ترکیب آنهاست. کانون‌های شورشی که اکنون در سراسر ایران رشد کرده و روزانه عملیات خود را به اجرا در می‌آورند. سرانجام در پس همه فراز و نشیب‌ها این خلق قهرمان ایرانه که بر تمام دشمنان درونی و بیرونیش پیروز خواهد شد. صبح پیروزی نهایی چه وجدانگیز و شیرینه. آری، در یک کلام و با نگاهی فارغ از تنگ نظری، او را میتوان دشمن شماره یک خامنه‌ای و رژیم آخوندی دانست. ولی امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا، پاش ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم خواهیم ایستاد، همچنان که گفتیم سرنگونی.